در این درس با آموزش 30 عبارت مهم برای صحبت درباره کارهای روزانه یا روتین میپردازیم. این عبارات ساده و در عین حال بسیار پرکاربرد است. اگر میخواهید بدانید که چگونه درباره کارهای روزانه تان صحبت کنید، لطفاً ویدیو را تا آخر ببینید. سلام، شگوفه شریفی هستم و چنل ایزی لرنینگ خوش آمدید. اصطلاح اول wake up به معنای بیدار شدن یا از خواب بیدار شدن است. I wake up at 6 o'clock. من ساعت 6 از خواب بیدار میشم. My mom often wakes up at 5 o'clock in the morning. یعنی مادر من اغلب ساعت 5 صبح از خواب بیدار میشه. عبارت بعدی get up. Get up به معنای برخاستن، بلند شدن و خیستن از خواب است. حالا تفاوت بین get up و wake up دیگه است که شما زمانی میتونین از wake up استفاده کنین که مثلا ساعت شما زنگ میخوره و شما از خواب بیدار میشین، چشمایتان باز میشه و دیگه خواب نیستین، اما رخت خواب رو رها نمی کنین و برای مدت در رخت خواب باقی میمانین. در حالی که از get up شما زمانی استفاده می کنین که رخت خواب را رها کنین و روزتان را شروع کنین و برین سراغ کارهای بعدیتان. مثلا I get up around 6:30 a.m. یعنی من دوربر ساعت 6:30 صبح از خواب می خیزم. He gets up at 6:50. او مرد از خواب ساعت 6:50 می خیزه. Turn off the alarm به معنای خاموش کردن الارم یا زنگ ساعت است. I press the snooze button twice before I turn off my alarm. یعنی من قبل از خاموش کردن زنگ ساعت تکمه زنگ را دوبار فشار می دهم. I need to turn off the alarm before it wakes everyone up. یعنی من باید زنگ ساعت را خاموش کنم قبل از اینکه ای همه را از خواب بیدار کنم. اگر تا اینجا درس برایتان مفید بود، لطفاً ویدیو را لایک کنید تا به دست افراد بیشتری برسد. Make the bed به معنای مرتب کردن تخت خواب یا جمع کردن رخت خواب است. I always make my bed before I leave the house. یعنی قبل از اینکه من از خانه خارج شوم همیشه رخت خواب خودم مرتب میکنم. Don't forget to make your bed before you have guests over. میگه فراموش نکنید که رخت خوابتان را جمع کنید یا رخت خوابتان را مرتب کنید قبل از اینکه مهمان خانه تان بیاید. Take shower or half shower. Take shower or half shower به معنی دوش گرفتن یا شاور گرفتن است. Can you have a shower before we go out? میگم میتونی قبل از بیرون رفتن دوش بگیری یا شاور بگیری؟ I always take a shower at 6 a.m. من همیشه ساعت 6 صبح دوش میگیرم یا ساعت 6 صبح شاور میگیرم. Comb my hair, brush my hair or do my hair. که تمام اینا به معنای برس زدن مو یا موها را شانه کردن است. I always comb my hair before I leave the house. من همیشه قبل از خارج شدن از خانه موهایم را شانه می کنم. I'm going to comb my hair. یعنی من می خواهم که موهایم را شانه کنم. برای حمایت از ما لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید. Get dressed به معنای لباس پوشیدن و آماده شدن است. Don't forget to get dressed before you go outside. فراموش نکنید که قبل از بیرون شدن از خانه لباسایتان رو بپوشین. I'm going to get dressed so I can go out. من میروم لباس بپوشم تا بیرون برم. Put on my makeup. Put on my makeup به معنای آرایش کردن یا میکاپ کردن است. I always put on my makeup before I go to work. میگه من همیشه قبل از اینکه سر کار برم خود آرایش میکنم. Don't forget to put on your makeup before you go outside. میگه که فراموش نکنید که خود آرایش کنید یا خود میکاپ کنید قبل از اینکه بیرون برین. Brush the teeth.
brush the teeth به معنای مسواک زدن دندان. Don't forget to brush your teeth before you go to school. میگه فراموش نکنید که دندانایتان رو مسواک بزنین قبل از این که به مکتب برین. The doctors advise us to brush the teeth twice a day. میگه دکتران ما نصیحت میکنه که روز دو بار مسواک بزنیم. Make breakfast. یعنی صبحانه درست کردن یا صبحانه آماده کردن. I'm going to make breakfast for everyone. میگه من میروم که برای همه اعضای خانواده صبحانه درست کنم. My mom always makes breakfast for my family. میگه مادرم همیشه برای فامیل ما صبحانه درست میکنه. اگر میخواهید انگلیسی در بیمارستان یا شفاخانه رو بیاموزید، ویدیویی که لینکش را در بالای صفحه و در بخش دیسکریپشن گذاشتم تماشا کنید. Eat breakfast or have breakfast که به معنای صبحانه خوردن است. چی بگویم eat breakfast، چی بگویم have breakfast، هر دویش به یک معنی است. I always eat breakfast. یعنی من همیشه صبحانه میخورم before I start my day، قبل از اینکه روزم را شروع کنم. Can we have breakfast before we leave؟ میگه میشه که ما صبحانه بخوریم قبل از اینکه خارج شویم یا قبل از اینکه خانه را ترک کنیم. Drink coffee. یا شما میتونین بگوین drink tea یا drink milk. Drink coffee به معنی قهوه نوشیدن. I always drink coffee in the morning. من همیشه صبحا قهوه می نوشم. She drinks coffee before workout. میگه او قبل از تمرین قهوه می نوشد. Read the newspaper. Read the newspaper به معنای روزنامه خواندن است. I read the newspaper before I go to work. میگه من قبل از اینکه سر کار برم روزنامه می خوانم. My father always reads the newspaper in the morning. یعنی پدرم همیشه صبحا روزنامه می خواند. Check the social media. چک دی سوشال میدیا به معنای چک کردن یا بررسی کردن رسانه های اجتماعی است، مثل فیسبوک، واتساپ، اینستاگرام. I'm going to take a break and check my social media. میگم من میخوام که یک وقفه بگیرم و رسانه های اجتماعی خود را چک کنم. I always check my social media before bed. میگم من قبل از رفتن به رخت خواب رسانه های اجتماعی خود را چک میکنم. Check my emails. Check my emails به معنای چک کردن یا بررسی کردن ایمیل است. I always check my emails first thing in the morning. میگه من همیشه اول صبح ایمیل هایم را چک میکنم. I'm going to check my emails now. حالا میخواهیم ایمیلم را چک کنم. ایمیل هایم را چک کنم. Walk the dog. یعنی گردش بردن سگ یا سگ را به گردش بردن. I always walk the dog before dinner. من همیشه قبل از غذای شب سگ را به گردش میبرم. I need to walk the dog before I go to work. یعنی قبل از سر کار رفتن باید سگ را به گردش ببرم. Go to the gym. Go to the gym به معنای رفتن به کلاب یا باشگاه است. She goes to the gym every morning before work. میگه که او خانم هر صبح قبل از کار به باشگاه یا به کلاب میره. I go to the gym after work. میگه من بعد از کار به باشگاه میرم. Go to work. یعنی سر کار رفتن. I go to work at 7 o'clock. من ساعت 7 سر کار میرم. She goes to work by bus every day. او هر روز با بس یا با اتوبوس سر کار میره. اگر میخواهید مکالمه انگلیسی در فرودگاه بیاموزید، این ویدیو را که لینکش را در بالای صفحه گذاشتم حتما ببینید. Work from home. Work from home به معنای از خانه کار کردن است. He wants to work from home more often. او میخواهد بیشتر از خانه کار کند. She works from home every Friday. او دختر یا او خانم هر جمعه از خانه کار میکند. Drive to work.
drive to work. drive to work به معنای با موتر یا با ماشین سر کار رفتن. I drive to work every day. من هر روز با موتر یا با ماشین سر کار میرم. We usually drive to work early in the morning. ما معمولا صبح زود با موتر سر کار میرویم. Take a taxi or take the bus, take the subway or take the train. Take a taxi به معنای تاکسی گرفتن. Take the bus یعنی بس گرفتن، با بس رفتن. Take the subway با مترو به جای رفتن. Subway به معنای متروه. و take the train یعنی قطار گرفتن یا با قطار رفتن به جای. I'm going to take a taxi to the airport. میگم من با تاکسی به میدان هوایی میرم. I take the bus to work every day. من هر روز با بس سر کار میرم. They took the subway home from the gym. یعنی آنها با مترو از کلاب به خانه آمدن. Give me a ride. Give me a ride. Give me a ride به معنای رساندن یا بردن کسی به جایی است. مثلا My mom give me a ride to the school every day. یعنی مادرم هر روز مرا به مکتب میرسانه. He wants to give me a ride to the concert. میگه او میخواهد که مرا به کنسرت برسانه. Attend meeting. Attend meeting. Attend meeting به معنای شرکت کردن در جلسه است. I'm going to attend a meeting at work today. من میخواهم امروز در یک جلسه کاری شرکت کنم. She attends meetings with her team every week. یعنی او هر هفته با تیمش در جلسه شرکت میکنه. Eat lunch or have lunch. Eat lunch or have lunch به معنای نان چاشت یا نهار خوردن. I eat lunch with my coworkers every day. میگم من هر روز با همکارانم نان چاشت میخورم. He wants to eat lunch at the new restaurant. او میخواه که در رستوران جدید نهار خود را بخورد یا نهار بخورد. Have a break یا take a break. تفاوتشی است که the UK یا the British English ما have a break میگیم، اما در انگلیسی آمریکایی یا US ما از take a break استفاده میکنیم و هر دویش به معنای وقفه یا استراحت کوتاه گرفتن است. I have been reading non-stop for hours. I need to take a break. میگم من بدون وقفه برای ساعتها مطالعه کردم. من نیاز به یک بریک یا نیاز به یک وقفه دارم. I'm going to have a break from work. میگم من میخواهم از کار یک وقفه بگیرم. Take a nap. Take a nap. Take a nap به معنای چرت زدن یا خواب کوتاه است. خواب 5 دقیقه‌ای تا 10 دقیقه‌ای میگه take a nap. She takes a nap every day after work. میگه او هر روز بعد از کار چرت میزنه یا برای مدت کوتاه خواب میکنه. I take a nap every day after lunch. من هر روز بعد از نان چاشت یک چرت میزنم. Get home. Get home به معنای برگشتن به خانه یا رسیدن به خانه است. She gets home from work at 6 p.m. او ساعت 6 بعد از ظهر از سر کار به خانه میرسد. They got home late last night. آنها دیشب دیر به خانه رسیدن. Take a bath. Take a bath. Take a bath به معنای حمام کردن است. She takes a bath every day after work. یعنی او هر روز بعد از کار حمام می کند. I take a bath before bed. من قبل از خواب حمام می کنم. Clean up. Clean up. Clean up به معنای پاک کردن یا تمیز کردن است. She cleans up her room every weekend. او هر آخر هفته اتاقش را تمیز می کند. They cleaned up the beach after the picnic. یعنی آنها بعد از پیکنیک یا بعد از میله ساحل را تمیز کردند. Clean the window. Clean the window. تمیز کردن پنجره یا تمیز کردن شیشه. I always clean the window on a sunny day so that I can see the streaks better.
میگه که من همیشه در روز آفتابی پنجره تمیز میکنم تا بتانم لکه ها یا خط ها را بهتر ببینم. You should clean the window from top to bottom to avoid leaving streaks. برای جلوگیری از باقی ماندن لکه ها یا خط ها در روی پنجره باید پنجره را از بالا و پایین تمیز کنیم. خب رسیدیم به آخر بخش اول درس عبارات مهم روزانه و انگلیسی. اگر میخواین قسمت بعدی این درس را از دست ندهید لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید. تشکر که تا آخرین درس با ما بودید. خدا نگهدارتان.